این بچه یه سال و نیمشه، کجا بذارمش؟ این بچه 7 سالشه، وقتی گریه میکنه میگه مامانی غذا میخوام، خب غذا نمیتونم درست کنم. بچه هم میگه مامانی میخوام بخوابم، اصلا جا نداریم بشینن، همش وایسادیم، کجا بریم؟ میخوام بخوابم، گفتم مامانی میخوام بخوابم، همش پر آبه خونمون. اصلا توی این یکی دو روزه چیزی به عنوان رعایت فاصله اجتماعی این چیز اصلا فراموش شده، اصلا ما کرونا رو بیخیال شدیم، زندگیمون اصلا نابود شده، چیزی نیست که بگید ما از مردن دیگه ترسی داشته باشیم. بیا روی یخچالا بگیر ببینشون، الان همه شو خراب میشن، نگاهشون کن، همه شو الان خراب میشن، اونا رو بگیر. آبه مسئله همه شون آبه این وضعیت ما، نیم متر اومد آب داخل خونه، تمام قالی ها و وسایل برقی ها همه سوختن اینجا. اینم از آشپزخونه و که اینجا تقریبا نیم متر آب اومده بود، تمام کم و دیواری ها هم خراب شده، وسایل برقی همش خراب شد. این وضعیت زندگی ما، اصلا خونه کلا نابود شد، تمام رنگ زده به خدا، تمام خونه باد کرد، تمام خونه اصلا میفته، ما چیکارش کنیم؟ واقعا زندگی مون رفت، الان شما همه چیمون رفته، یعنی هر تو بگو یه وسیله سالم داخل خونه من، نه تلویزیون، نه دستگاه، نه یخچال، نه فریزر، دو تا خونه همه چیشون رفته. دیگه هم آب، همه چی یخچالامون، همه چی سوختن، فرشامون و جارو برقی و همه چی زیر آب بوده. اون یک هفته نیست بازسازی شده. از دیوار و در و راه و همه جا اومد داخل. مبلا رو من الان شاید کمتر از یک ماه، یعنی همین ماه من باید قصه اول اینا رو میدادم. از پریشب تا الان آب مونده اینجا، آبت فاضلاب هم هست. شهرداری هم که متولی اینجا شده میگه من کار ندارم به پمپا، تکلیف ما رو روشن کنم با شهرداری یا با پتروشیمی، این مشکل منه. الان هم همین الان هم بلکه امروز دهامه، الان هم هشدار داره که سه شنبه و چهارشنبه شدیدترین بارون بیشتر از اینه، که هیچ کاری هم هنوز نکرده. آیا این بارندگی بعدی جوابگویی شهر هست؟ نمیدونیم کجا بریم، کجا اسکان پیدا کنیم، خورد و خوراکمون چی میشه، کار زندگیمون چی میشه، همه چی الله. تو بارون فردا نمیدونیم ما چه خاکی تو سرمون بکنیم، واقعا نمیدونیم اگه فردا یه بارون یه جور دیگه بزنه سقف خونه‌مون هم میره زیر آب. دلم می سوزد و کاری ز دستم در نمی آید، نمی آید. تاریخ به یاد موندنی که یادمون موند 9/9/99، فاجعه‌ای که به بار آورد، رونترین تاریخ از حافظه‌مون هیچ وقت پاک نمیشه، نه این اتفاق، نه بی تدبیری مسئولا و نه این زندگیمون، این به خاطره ها حتما میمونه دیگه.